بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه عصر، خیلی خوش آمدید. امشب در برنامه، چون ایام دهه فجر هست، یه بخش اول داریم و بخش دوم. در بخش اول در مورد یکی از شخصیتهایی که آخرین سفیر ایران در ایالات متحده بود قبل از انقلاب، آقای اردشیر زاهدی، که دوستان مصاحبه خوبی باشون انجام دادن حدود یک ماه پیش، و مصاحبه دیگری هم در سابق بوده که در رسانه‌های ایران دیده شده، و لازم احساس کردم که خوبه که بخشی از این مصاحبه پخش بشه. همینجوری عقب مونده بود و پخش نشده بود. قبل از اینکه میهمان رو معرفی کنم که زحمت کشید و این مکالمه تلفنی رو با ایشون انجام داد، به یک کلیپ کوتاهی که جریان اردشیر زاهدی رو معرفی میکنه توجه بفرمایید. ۶۶ سال از کودتای 28 مرداد 1332 می‌گذرد. از زمانی که نام اردشیر زاهدی هم در کنار اسامی رجال بلند پایی سیاسی در ساختار نظام پهلوی مطرح شد. از دید آمریکایی‌ها، اردشیر زاهدی معتمدترین فرد در نزد محمد رضا پهلوی و در رژیم شاهنشاهی به شمار می‌آمد، چرا که او همراه با پدرش سپهبد فضل‌الله زاهدی و کرمیت روزولت، یکی از سه کارگردان اصلی کودتای 28 مرداد و عملیات براندازی دولت محمد مصدق بود. اردشیر زاهدی همان کسی بود که با تلگراف خبر موفقیت کودتا و حفظ سلطنت را به محمد رضا پهلوی به ایتالیا ارسال کرد و به همین مناسبت لقب تاج بخش گرفت. او همچنین نشان درجه یک رستاخیز 28 مرداد و نشان تاج و نشان درجه یک همایون را از دست شاه دریافت کرد و نهایتاً هم آجودان کشوری محمد رضا پهلوی شد. در همین راستا بود که توانست رضایت شاه را برای ازدواج با دخترش جلب کند و داماد پهلوی ها شود. اردشیر زاهدی در ادامه به دلیل برخورداری از تحصیلات آمریکایی در سال 1338 به عنوان نماینده تام الاختیار شاه در سفارت ایران در ایالات متحده منصوب شد. وی 3 سال بعد به عنوان سفیر ایران در بریتانیا راهی لندن شد و سرانجام در سال 1345 به مقام وزیر امور خارجه رسید. در این زمان و در رسانه‌های بین‌المللی بعد از شاه، اردشیر زاهدی به عنوان شناخته شده‌ترین چهره سیاسی ایران مطرح شد و به لحاظ برجستگی در صحنه جهانی اهمیت وی حتی از نخست وزیر وقت، یعنی امیرعباس هویدا، نیز بیشتر بود. شهرت زاهدی تا جایی پیش رفت که حتی برخی از ستاره‌های هالیوودی داشتن ارتباط با او را برای خود یک امتیاز ویژه ارزیابی می کردند. کاریزمای شخصیتی او به دلیل رک‌گویی و شوخ طبعی موجب شد که در میان رجال سیاسی غربی دوستان بسیاری پیدا کند و روابط عمومی شاه را با دولت مردان انگلیسی و آمریکایی گسترش دهد. سرانجام و در سال 1350 زاهدی برای بار دوم به عنوان سفیر ایران راهی واشنگتن شد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی اردشیر زاهدی در منزل پدری خود در سوئیس ساکن شد و همکنون هم در سن 91 سالگی در آنجا اقامت دارد. خب خیلی ممنون. میهمان برنامه جناب آقای مهرزاد بختیاری سردار اکبری، خیلی خوش اومدید. تشکر میکنم از شما. یکی از خب خیلی خوبه که شما تلاش کردید و تلفنی و کاش تصویری میشد. تلفنی با ایشون صحبت کردید و یه قولی هم بهشون دادید که پخش هم خواهد شد و هی عقب افتاد. یکی از انگیزه اصلی چی بود؟ شما از کجا خودتون انگیزه پیدا کردین که تلاش بکنین که این مکالمه برای تاریخ ثبت بشه؟ عرض شود که اولا سلام میکنم خدمت مردم شریف ایران در هر کجا که بیننده تصویر و شنونده سخن هستن، و خدا قوت میگم به شما و امیدواریم بحثی که امروز ارائه میشه نظر به تازگی و جدید بودنش
مورد استفاده عمیانان واقع بشه و همونطور که میدونید این مصاحبه مخصوص پخش در ایران بوده و اولین باره که بعد از 41 سال آقای اردشیر زاهدی گفتگوی ازش از رسانه پخش میشه. خدمت شما که عرض بکنم در طی 5 سال گذشته که من در حوزه تاریخ شفاهی بودم، بعد از این که آقای اسفندیار بختیار از ژنو زمینه دریافت اطلاعات و اسناد و گزارش‌های تاریخی آقای زاهدی رو در اختیار ما، زمینه سازیش رو فراهم کرد که ایشون در اختیار ما قرار بده، ما در طی 5 سال گذشته این گفتگوها رو که داشتیم و این اطلاعات رو که ایشون منتقل میکرد، خب این سری اطلاعات هم به صورت متقابل به ایشون ارائه شد. از جمله دستاوردهایی که در طی این دوران کشور ایران داشته و این که به صورت رسانه‌ای در بیاد، اولین بار طرحش رو دکتر غریبی از پژوهشکده تاریخ معاصر ارائه کرد که این ارائه کردنش یک مقداری زمان می‌مرد نظر به هماهنگی‌هایی که باید می‌شد. این که چرا آقای اردشیر زاهدی چنین موضع‌گیری هایی کرده که در این اواخر هم از بی بی سی پخش شد، یک نمونش که عده‌ای زاویه گرفتن و یک مطالبی گفتن که مقرون به صحت نبود که مثلا ایشون این مواضع رو میگیره تا این که این امکان رو پیدا بکنه تا به کشور ایران برگرده یا مثلا قول گرفته، لازم به ذکر که اصلا ایشون هیچ قصدی نداره به ایران برگرده. ایشون، من حتی بهش گفتم با وزارت خارجه مذاکره کنیم، گفت من وضعیت جسمی یه طوری از خونم هم نمیتونم خارج شم و هیچ قصدی ندارم. آقای اردشیر زاهدی وضعیت اقتصادیش هم یه طوریه که شاید هفت نسل بعدش هم به این جایی نیاز نداره وابسته بشه و این موازهی که میگیره، چون شما خودتون هم از خانواده های قدیمی هستید و با این گونه رجال نظامی، به دلیل اینکه نظامی زاده البته، به دلیل اینکه پدرتون هم از این طیف قرار داشتند، آشنایی داشتند با اردشیر زاهدی و پدرش فضل الله زاهدی، میدونید که این افراد در بینشون یک نسلی هستن که اعتقادات ناسیونالیستی دارن و این نسل برآمده از سرخوردگی های تاریخی. من یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم. از فاصله دوران فتحعلی‌شاه قاجار تا پهلوی دوم، ما شاهد بیغیرتی سیاسی در رجال کنال مملکتی به دلیل نبوده حس هویت ملی و اعتقادات مذهبی بودیم. آقای فتحعلی‌شاه قاجار که میدونید رشوه میگیره و امتیاز میداد، امتیازهایی مثل امتیاز دارسی که آقای مظفرالدین شاه و صدر اعظمش امین السلطان با دریافت رشوه های امتیاز رو به ویلیام ناچ دارسی دادن، نفت ایران رو واگذار کردن. آقای وثوق الدوله یک مبلغ 20,000 تومانی رشوه میگیره، قرارداد 1919 رو امضا میکنه، یعنی ایران تحت الحمایه انگلیس بشه، یعنی کشوری که نمیتونه خودش رو سر پا نگه داره تحت الحمایه قدرت دیگه، چیزی در حد مستعمره که سفیر بریتانیا یا اصلا کنسول درجه 4 سفارت میتونه به پادشاه ایران دستور بده. بعد میرسیم به شهریور 20 و اینکه پدر این آقا فرمانده لشکر اصفهان بود، در یک جایی جلوگیری میکنه از اینکه نیروهای انگلیسی گندمی که مورد استفاده مردم بوده رو ببره. فرمانده لشکر اصفهان 3000 تا نیرو داشته، 5 تا انگلیسی میان جلوی تمام لشکر، فرمانده لشکر رو بازداشت میکنن و میبرن، کسی صداش در نمیاد. نسل زاهدی ها برآمده از این سرخوردگی هستن که خشمی نسبت به بیگانه دارن. دو تا ایراد با آقای اردشیر زاهدی ممکنه بگیرن. اولا آقای اردشیر زاهدی فساد مالی در رژیم گذشته نداشته، اینو استهزار دارید شما. آقای اردشیر زاهدی در سرکوبهای داخلی یا اختناق و اینا، چون ایشون در حوزه وزارت خارجه بوده، در حیطه برون مرزی بوده، ایرادایی که ممکنه به ایشون بگیرن، یکی موضوعات رفتاریه که مثلا به یک شخصی سیلی زده یا روابطی با بعضی افراد داشته که اونها به دلیل شخصی بودنش در حیطه عمومی قرار نمیگیره که مورد قضاوت باشه. در قسمت بعد ماجرای بحرینه، همونطور که میدونید تصمیمات رو محمد رضا پهلوی میگیره. یک سفری به هندوستان داشت، به یک بار تحت تاثیر مشاوران انگلیسی اظهار کرد که به دلیل بالا بودن اهمیت سه جزیره و اینکه نفت بحرین تمام شده، ما از بحرین صرف نظر میکنیم و به سه جزیره میپردازیم و اینها خب توانشون نداشتن در مقابل شاه بایستن. حالا برای اینکه بپردازیم به اولین سوالی که من از ایشون کردم درباره دستاوردها، با توجه به اینکه خب ایران بعد از انقلاب به عنوان یک کشوری که تفاوت پیدا کرده، یک انقلاب رو سفری کرده، خود دفاعی رو شاهد بوده، تحریم رو دیده، ما اگر به آمارها هم نگاه بکنیم، مثلا
قبل از انقلاب سال 55 ما حدود 154,000 تا دانشجو داشتیم، الان 4,500,000 تا داریم. ما اون زمان چیزی که اردشیر میگه بله 300، البته این آمار دقیق ترش، حالا ایشون یه مقدار با یک اشتباهاتی که درش هست من اصلاحش میکنم. ببینید الان در این قسمت ایشون خواهند گفت که مثلا فرض بکنید نرخ سواد در ایران، خب در اون دوره ما اگر بخوایم دقیق تر بپردازیم، چون دهه فجر هم هست باید دستاوردهای انقلاب رو هم به این بهانه بگیم، 47% در اون دوره سواد داشتن، اما در دوره امروز 96% سواد دارند. 310,000 نفر تحصیلات عالیه داشتند، امروز 16,000,000 نفر تحصیلات عالیه دارند. تعداد دانشجوهای دکترایی که ما داشتیم نسبت به اون روز 60 برابر بیشتر شده. ضریب جیمی تفاوت ثروت فقیر و غنی 55 بوده، درصدش شده 37، یعنی خیلی کمتر شده. البته هنوز تبعیض وجود داره. سوالی میخواستید بکنید؟ بله، میخوام سوال شما این بود کلا در تو درس بود. حالا میخوام از ایشون بپرسیم که دوستان آماده کنم پلی بک شماره 4 رو که مکالمه تلفنی آقای بختیاری رو با آقای زاهدی بشنویم. شما امروز مملکتمون 83 میلیون داره. ما وقتی بودیم 35 36 بود. این 83 میلیون 60% امروز، من مدرک دارم، از همینطوری نمیگم، برمیدارم نترسم خارجه دهن منو ببند، این 60 میلیونش سواد داره، میتونه بنویسه و بخون، 40 میلیونش دانشگاه رفته است، دکتره، طب، همه. 30 میلیون از این 83 میلیون، 30 میلیون از اینها کسانی هستند که امروز وطن تو که مطالعه میکنم میبینم کسانی هستند که کار میکنن، دکتر بودن، لویر هستن، ارشد که ادن را اصلا کار دارن. و از این 30 میلیون 20 میلیونش میخوام خوب توجه بکنم، 20 میلیون این مملکت خانوم ها هستن. این برای ایران و برای هر کشور دیگه افتخار، به هممون باید بهش افتخار بکن. در این حال از دور من افتیات هست و این که خودم زیاد قوی ندارم، ولی باید بگم که این چند سال اخیر به احترام بسیار زیادی دارم به همون وزارت خارجه ای که مثل بچم دوست داشتم و قسمتی از خود میدونم. خب این وزارت خارجه ها جواب بودن، تیم بودن، حالا اغلبشون آمدن و پخته شدن، به اضافه دیگه که یه دیگه آمدن با مشکلات امتحان دادن وارد شدن. اینا حس وطن پرستی درشون میبینم. اون روزا بود که من فورا وقتی که میشد سفیر باید میواد قرآنم سوگند میخوردم نام امضاشون هست، ولی به هر حال بنابراین میتونم بگم بهشون تبریک میگم که سیاستشون مخصوصا در این چند سال اخیر قابل احترام من. بله به ایران ظلم شده، به ایران ظلم میشه و باید جلوی این رو گرفت. خوشبختانه مرد و مردانه این ایرانی ها همه بخواد وزارت خارجه باشه یا هم جای دیگه تونستن حق خود رو یواش یواش بگیرن و ثابت کنن. من خیال میکنم که امروز همین جوون ها، این جوون ها آتیه مملکت ما، من به روح پدرم و مادرم که عزیزترین کسانم، وقتی این جوون ها رو باشون صحبت من به اونا حسادت نمی کنم، به اونا افتخار می کنم و خجالت بکشم که ما قدر قدیم این نبودیم با اینا. و نکته که جالب اینه که آقای علیشی زاهدی تو این چند سال فرصت کرده خیلی چیزا رو ببینه، مشاهده بکنه و شاید تنها کسی هم باشه که با شجاعت اومده بیان کرده که جمهوری اسلامی رو در چه موقعیتی امروز هستش. فکر کنم خیلی از بخشای مصاحبه به خاطر رک بودنش و بعضی هم تو کلام ادبیات خاص خودش. من یادم در دوره دانشجویی که ایشون سفیر بود توی واشنگتن، وقتی نوروز مهمانی میداد دانشجویی که میرفتن اون مهمونه میومدن از بزدگویاش و جوکاش و اینا تعریف میکردن و اینکه آدم تو برخوردها متفاوت بود با هر کسی دیگه، که یعنی یه جا کاملا غیر دیپلماتیک میشد و صراحت داشت. اینجا هم یه صراحتی داره. خود شما بعد چندین بار صحبت کردم باش، این چه نتیجه گرفتید در مورد اینکه واقعیت اردشیر زاهدی امروز چی هستش؟
عرض شود حضور شما که خب میدونید آقای اردشیر زاهدی متعلق به رژیم دیگری است و ما هم که در نظام جمهوری اسلامی هستیم، در حکومت دیگری هستیم، در عنصر ایرانی بودن با هم اشتراک داریم. و این که اردشیر زاهدی که از یک حکومتی است که ساقط شده توسط حکومت فعلی، از حکومت فعلی تجلیل میکنه و دستاوردهاشو برمی‌شماره، چند علت داره. یک علتش این است که قوه تحلیل بالا میخواد، حس تعلق و میهن پرستی و علاقه به کشور، و مطلب دیگه اینه که انسان ها عقایدشون عوض میشه. به هر حال در طی این سالهایی که گذشته و حوادثی که رخ داده مشاهده شده که این نظام با تمام مشکلاتی که داشته به هر حال حرکت کرده. کشوری که مستقل است، از جای دستور نمیگیره، در همه زمینه ها خودکفا هست. و ما در محور بعدی صحبت به همین موضوع پرداختیم. سوالتون چی بود؟ این بحث تحریم ها که این یه توضیح نیاز داره. بله. که باعث میشه جواب و معنا پیدا کنه. بله. خب میدونید آمریکایی‌ها هیچ کاری نبوده که علیه ایران نکرده باشن. از اشغال نظامی ایران در شهریور 20 تا 28 مرداد عملیات آژاکس تا کنسرسیوم، تا اون طرحی که ریخته بودن که اگر شوروی‌ها وارد ایران شدن ایران رو بمباران اتمی بکنن، که این به اشتباه در اسناد ترومن منتشر شد در دهه 1990. بعد از این که ماجرای انقلاب شد و تحریک عراق برای حمله به ایران و خسارت‌هایی که داشت، و بعد تحریم‌ها که تحریم‌های نوع اولیه عبارت بود از سازمان‌ها و صنایع موشکی و سپاه و غیره، و بعد تحریم‌های ثانویه که سازمان‌های مالی و نظام بانکداری رو هدف قرار می‌داد که خیلی طاقت فرسا بود، و تحریم اشخاص که یک حدود 700 نفر که من جمله خود جناب عالی هم هستین در حوزه این تحریم‌ها قرار داشتین، سعی کردن دست و پای این کشور رو ببندن. آقای ریچارد نیفو در تحلیلی که کرده میدونید از مشاوران کاخ سفید، از طراحان تحریم‌ها است که با کنگره همکاری داره، ایشون گفته که هدف آمریکا از این تحریم‌ها این هست که ما با کاهش درآمدهای ایران از طریق جلوگیری از صدور نفت باعث بشیم که دولت نتونه به مناطق محروم خدمت رسانی بکنه، ناشار بشه قیمت‌ها رو بالا ببره، تورم باعث اعتراض بشه، شورش بشه مثل ماجرای بنزین، که دو اتفاق میفته، یا رژیم رو در حالت چنج قرار بده یا حکومت رو وادار بکنه در قبال خواسته‌های زورگویانه آمریکا واکنشی رو که آمریکایی‌ها میخوان نشون بده. در این قسمت آقای زاهدی به ما جواب چنین داده است. خب پس پلی بک شماره 5 رو بی‌زحمت پخش بکنید. جواب آقای علیشی زاهدی به این سوال چیه؟ غلط میکنن، بسیار زیاد غلط میکنن. کی هستند اونها به ما دستور بدن؟ هرشاید که به هم من میگفتم یک چیزی از اول، هستن کسانی که خائنن، هر کسی بر علیه مردمش بد بکنه یا از عرب و اسرائیلی و سیاهی بخواد پول بگیره خودفروشی کنه، اون باید تو به درد مردم نبخوره، بددام خفه خونم خواهد گرفت. حق ایرانم دست ایرانی هست، حقش هم خود چرا نداشته باشه؟ وقتی که امروز اسرائیل از روز اولی که آمده بمب اتمی داره، امریکا هم چشوش بسته، هر شاید که اسرائیل دستی نخورد. حق ایرانه دست به خصوص که اینا آمدن تا چند میلیون اسلحه فرشتن به سعودی که بیاد بره، در یمن هم کتافت کرد، مردم کشتن، همه کتاب هم نوشتم در باراش، تمام هم با مدارک. اینا حق ندارن، این اشخاص که حرفا رو میزنن منافع خود شده. در این حال باید عرض کنم با ایران میخوان بزنن، اول بیان شرافت بعد اروپا آمده امضا کرده، حالا امریکا آمده در واقع اونا رو بلک میل کرده که هر چیزشون یا ترسش برای شرکتش و برای پولش و غیره یواش یواش دارن زه میزنن. این مملکتی که میگن تمام ما اروپاست و این کاری کردن خلاف اخلاق خلاف تعهدش که داشتن. امروز غیر از چین و البته چین هرشد که شوروی اینا محکم هستن برای که امضا کردن، بعضیشون شور شدن. حالا خوشبختانه دیدم که رئیس جمهور از فرانسه یه اقداماتی کرده و این اقدامات میتونه به نتیجه برسه، به شرطی که طرفه به هم شرافت بندانه حرف بزنن و حساب کاکا برادر بخوره برو. ایران هم افتخار میکنم تمام چیزایی که احتیاج داره بدون اینکه از بخواد از خارج خریده باشه، همین جوون ها، همین تکنیسیان ها، همین مهندسین، اون چی که برای خودش درست کرده، چه از زیر دریایش، چه از لازم درشد که چیز درونش، چه از لازم
همه پیشرفت کردیم. باید ایران در مقابل دشمن قوی باشه. اگر اونای دیگه چرا مگه ایران چه اول دستاش بگیرید کاری که قذافی خوان با کردن با ما بکنن. ایران لیبی نیست، تازه کسایت کردن هنوزم توش بودن. منم به شرافت مندانه برای این افراد دعا میکنم که بهشون معذرت خواهی میکنم که اینقدر شرافت مندانه تمام این ناراحتی ها رو کشیدن برای وطنشون، برای برادرانش و خواهرشون. این قابل تقدیس. این قسمت آخر صداش منقلب میشه زارن. البته این مصاحبه خب خیلی طولانی تر است، در قالب برنامه زنده نمی گنجه چون یک سری ادبیات داره که این باید در فرصت دیگه ارائه بشه. بینندگان شما میتونند در فصلنامه بعدی پژوهشگده تاریخ معاصر متن نوشتاری کامل این گفتگو رو و گفتگوهای دیگر رو که این خیلی حجمش زیاد است رو اونجا که خود آقای زاهدی هم ویرایشش کرده رو مطالعه بکنن. فایل صوتی کاملتر گفتگو رو هم که در تیوی تاریخ میتونن ببینن. از مردم عزیزم سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردن. خیلی ممنون، متشکرم جناب بختیاری، خیلی لطف کردیم. مهمه، یعنی این کسانی تو زمانی که اینا هستن باید شنیده بشن. کاش یک مصاحبه طولانی تری تصویری داشتیم. آقای دهباشم تو این زمینه زحمت کشتن، چند سال پیش مصاحبهشون انجام دادم. نمیدونم پخش شد پخش نشد چه نمیدونم، ولی مهمه اینا برای ثبت تاریخ مهمه و این سیر ایشون به نظر من خیلی جالب بود. تشکر میکنم از شما. به یک پلی بکی که در تو با ماجرای معامله قرن هستش توجه فرمایید تا میهمان بعدی که جناب دکتر ایزدی هستن رو در استودیو پذیرا باشیم. تشکر از بحرین، امارات و عمان. این شاید یکی از مهمترین فرازهای سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در جلسه رونمایی از معامله قرن بود. جمله‌ای که نشان داد برخی کشورهای عربی تا چه اندازه هویت و غیرت عربی اسلامی خود را فروختند و برخی دیگر از کشورهای عربی فعلا ترجیح می‌دهند روابط خود با رژیم صهیونیستی را علنی نکنند. اما معامله قرن چیست؟ این طرح در واقع چیز جدیدی نیست، بلکه ادامه همان مسیری است که رؤسای جمهور سابق آمریکا هم برای خاتمه دادن به بحران سرزمین‌های اشغالی و نجات رژیم صهیونیستی طراحی کردند و حالا در قالبی جدید و با نامی نو عرضه شده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود تاکید کرد که بر اساس این طرح آمریکا تمامی بیت المقدس را به عنوان قلمروی اسرائیل محسوب خواهد کرد و حاکمیت ادعایی این رژیم بر جولان اشغالی را نیز به رسمیت می‌شناسد. وی همچنین خاطر نشان کرد که دولتش پیش از این نیاز همین امتیازات را برای رژیم صهیونیستی قائل شده است. ترامپ در ادامه اظهار داشت: من امروز نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، ارسال کردم و برای او توضیح دادم که قلمرویی که به کشور جدید او تخصیص می‌یابد برای یک دوره 4 ساله همچنان باز و غیر قطعی باقی خواهد ماند. طی این دوره فلسطینی‌ها می‌توانند مشاوره‌های لازم را انجام دهند، با اسرائیل مذاکره کنند، به معیارهای لازم برای تبدیل شدن به یک کشور دست یابند و به یک کشور واقعا مستقل و فوق‌العاده تبدیل شوند. با این حال طرح ترامپ هیچ نظر مثبتی را به خود جلب نکرد، تا جایی که حتی شورای همکاری خلیج فارس هم در جلسه اضطراری خود به اعلام مخالفت رسمی با این طرح پرداخت. در مجموع باید گفت که این مسیر از کمپ دیوید آغاز شد و حالا به معامله قرن رسیده است، با این تفاوت که در کمپ دیوید برخی از گروه‌های فلسطینی با اعتماد به آمریکا تلاش کردند تا مسیر احقاق حق خودشان را از طریق مذاکره پیگیری کنند. اما نیم قرن خیانت آمریکا به همان گروه‌ها هم اثبات کرد که پیگیری حق فقط از طریق مقاومت و مبارزه امکان پذیر است و نه مذاکره.
سلام و خوش آمد به آقای دکتر ایزدی. خیلی خوش آمد آقای دکتر. خب خیلی اتفاق داره میفته تو این چند روز اخیر. ما یکی خیلی شدید استیضاح هستش، یکی این جلسه که در آیووا بوده و داشتیم قبل از برنامه با هم در باش صحبت میکردیم. هفته گذشته اون در واقع معامله قرن بودش، بحث ترامپ و اسرائیل. این آخرین اخباری که در با انتخابات هستش رو بفهمه، چون مخاطب بیشتر آگاه نیست در مورد این آخرین پدیده که وضعیت کاندیدایی که احتمال نه که ببره ولی دارن قوی تر بشن تو صحنه، مثل بیانی سندرز مطرح هستش. در خدمتون هستیم. خوش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فجر هم خدمتون بینندگان تبریک عرض میکنیم. میدونید در آمریکا انتخابات درون حزبی هست. آیه ترامپ چون رئیس جمهور مستقر هست، معمولا رقیب جدی نداره. از این جهت انتخابات درون حزبی امسال خیلی برای جمهوری خواه معنی نداره، چون نامزدشون مشخصه. ترامپ برای دموکرات‌ها نه، با 20 خورده نامزد شروع کردن. یه مسئله که در آمریکا هست اینه که یه رقابتی برای جمع‌آوری پول دیگه. یعنی ما داریم اساتید علوم سیاسی رو در آمریکا که مطالعه کردن این رو که در 94% از مواردی که افراد پیروز شدن در انتخابات نسبت به رقیبشون بیشتر هزینه کردن. یعنی اگر کسی نسبت به رقیب انتخاباتش کمتر هزینه کنه احتمال پیروزی داره، منتها 6% فقط، تقریبا هیچ. از این جهت یک رقابتی در جمع‌آوری پول هست و از اون نزدیک 30 نفر، 27-28 نفری که نامزد بودن، حدود 15 تا، الان 10 تا نامزد باقی مونده، حدود 15 تا 16 تاشون اینها هنوز انتخابات آیووا شروع نشده. آیووا اولین ایالتی هستش که انتخابات درون حزبی درش هست. اینها صحنه انتخابات رو ترک کردن. خب این ممکنه سوال باشه که اگر شما نامزد شدی حداقل در اولین انتخابات شرکت میکنی، اگر رأیت کم بود بعد خارج بشو. چرا اکثریت نامزدها قبل از اینی که اولین رأی داده بشه از صحنه انتخابات خارج شده؟ چون پولش تمام شده. این نقش پول رو نشون میده در سیستم انتخاباتی آمریکا. این 10-11 نفری که باقی موندن در انتخابات آیووا شرکت کردن. دیروز بوده انتخابات، معمولا تا شب نتایج مشخص میشه. به صورت سنتی در تاریخ معاصر هیچ وقت ما نداشتیم که 11-12 شب دیرتر بشه اعلام نتیجه انتخابات. منتها در آیووا یه مشکلی پیش آمده. مشکلم دقیقا نگفتن چیه. مشکلی پیش آمده و قرار بود صبح سه‌شنبه اعلام بشه به وقت خودشون، نشده، ظهر نشده. حالا گفتن 4-5 ساعت دیگه نتایج رو اعلام میکنه، اونم 50%، یعنی نیمی از نصف رای ها رو میشموریم بعد اعلام میکنیم. ظاهرا مشکل، این اخبار حاشیه‌ای، مشکلی داشتن در رای گیری الکترونیکی. یعنی سیستم الکترونیکی رو استفاده کردن و اون نرم افزار ظاهرا مشکل پیدا کرده. این یه بحثی هستش که الان مطرحه، که این البته نکته هست برای ما، چون بعضی در کشور خودمون هم خیلی علاقمند هستن به این سیستم رأی‌گیری الکترونیکی و این خطراتی داره. یه نمونش در آمریکا الان شما مشاهده میکنید وضعیت اونها رو چطور هست. عده‌ای معتقد هستن نه، مشکل چیز دیگری هستش. معتقد هستن آقای سندرز برنده شده و حزب دموکرات، اون بدنه چهره‌های اصلی حزب دموکرات، مخالف سندرز هستن و این پیروزی سندرز رو یا میخوان به نوعی عوض بکنن یا اینکه کمتر از اون چیزی که هستش نشون بدن. یه دعوایی بین خودشون دارن، بعضیا این مسئله رو مطرح کردن. در هر دو صورت، چه مشکل نرم افزاری باشه چه مشکل دستکاری در سیستم باشه، نشون میده آمریکا کشور رو به افولیه. چون کشورهای سازماندهی دارن، سیستم خوبی دارن،
اینها نباید از این نوع مشکلات داشته باشن. این اتفاقا حالا آقای ترامپ هم مسخره کرده دموکرات ها رو، گفته اینا که نمیتونن یه انتخابات برگزار کنن، ببینید با کشور چیکار میخوان بکنن. که این رئیس جمهور کشورها، یعنی به جای اینکه بیاد مثلا یه راه حلی پیدا کنه، کمک کنه، رقابت شدیده، رقابت شدید، و گفته که من پیروز انتخابات آیوا هستم. چرا؟ چون معلوم شد دموکرات ها نمیتونن خودشون اداره کنن. از این جهت آمریکا به هم ریخته مقدار، آیه طالب زاده، و مشکلاتی که دارن جدی هست، ریشه‌ای هست. در سطح همین سطح برگزاری یک انتخابات ساده، آیوا 3 میلیون و نیم بیشتر جمعیت نداره. بله. مساحتش اندازه کشاورزی دیگه اون دو تا. بله، محیط یعنی اینجوری نیستش جمعیت زیاد باشه، مساحت خیلی بزرگ باشه. این رو هم نتونستن مدیریت. بله. توی هفته گذشته و چند تا اتفاق تو این چند هفته اتفاق افتاد که به نظرم همشون هم یه جور عکس العمل بود به هم وضع داخلی ترامپ که در حالت استیزا هستش، فشار استیزا شدیده خیلی خیلی، و این احتمالی که حالا ممکن استیزا نشه ولی حمله بهش خیلی شدید. از اون طرف برای پر کردن حواس همه چند تا کار انجام داده، یکی این معامله قرن هستش که در اسرائیل و اون تعریف و تمجیدی که صهیونیست‌ها ازش الان دارن میکنن، و اینکه هیچ رئیس جمهوری مثل اون همچین کاری نکرده که پایتخت رو ببره به بیت المقدس، و کار دیگه که تطبیق میدن به قول و وعده های تورات و بحث آخر زمان، و اینکه این خودش یکی از افراد مؤثر این طیف ناجیای مثلا صهیونیستی هستش، این خودش خیلی جالب بود. در این حال اون واقعه دیگه بزرگ داشته آزادسازی آشویتس هست، زندان آلمانی ها که اینا مدعی هستن 75 سال بر سال 75 گذاشته، اونم یک چیز بین المللی بود، بازم برای حواس پرت کردن از اصل ماجرای هم برای نتانیاهو هم برای ترامپ. یعنی این دوتا واقعه به نظرم، از اون طرف ما این متفکرین و فعالای سیاسی آمریکایی هم دائم در مورد همه اینها مطلب دارن می‌نویسن، من جمله خب اون حادثه اصلی تقابل ایران و آمریکا و جنایت در واقع ترور حاج قاسم سلیمانی که اونم در پس همه زمین‌ها هست. امشب هم تو برنامه با یکی دو نفر از اینها یک مصاحبه کوتاهی خواهیم داشت که آخری مطلب هم در تو با این انتخابات، هم در تو با استیزا، هم دیل اف دی سنچری، این معامله قرن، و این هم خواهیم داشت که خود شما وقتی که این دو حادثه که در اسرائیل اتفاق افتاد و هر دو واقعا یک مراسمی بود بین المللی، نظرتون چی بود وقتی میدیدین و عکس العمل بین المللی بعد چی بود؟ ببینید این معامله قرن که همه مخالفن، حتی یک درصد قابل توجهی از صهیونیست‌ها در آمریکا، دلیلش هم این استش که این حرکت رو نوعی تبلیغات میدونن برای نتانیاهو، با توجه به اینکه نتانیاهو مشکلات حقوقی داره توسط قوه قضاییه رژیم صهیونیستی متهم هستش، باید برای خودش دفاع بکنه. ترامپ هم که مسئله استیضاح رو داره، مشکلات دیگری داره، این رو بیشتر یک پروژه تبلیغاتی نتانیاهو ترامپ میدونن برای منافع شخصی خودشون. و نقدی که صهیونیست‌ها، یک درصد قابل توجهی از صهیونیست‌ها، اینا مثلا دنیس راس که میشناسید، مشهور سالها تو حوزه مسئولیت داشته در حوزه‌های خاورمیانه، وزارت خارجه آمریکا یه مدتی هم مسئول پرونده ایران بود، ایشون نقدش اینه که اگر شما این شعار دو دولت رو تو استیت سولوشن، این راه حل دو دولت رو بیاید و چکار کنید؟ کنار بذارید. بله. چون در عمل تو این متن معامله قرن گفته شده که یک زمانی ممکنه یک دولت فلسطینی شکل بگیره. اون تا زمانی که شما متن رو با دقت مطالعه میکنید میبینید که واقعیت همین هستش که به نوعی نوشته شده که مطمئن بشه که دولت فلسطینی هیچ وقت شکل نخواهد گرفت. بله. مثلا گفته که ده ها شرط گذاشته، یکی از شروطش این هستش که رسانه ها در فلسطین باید آزاد باشن و اسرائیل باید تشخیص بده آیا رسانه ها آزاد هستن یا نه. خب کدوم کشور عربی رو دارید که رسانه آزاد داشته باشه که حالا
مثلا فلسطین دومش بشه. از اینجور موارد این تیپی که بعدم تشخیصش با اسرائیل. از این جهت حرفی که صهیونیست‌ها میزنن، صهیونیست‌هایی که دغدغه اسرائیل دارن، نتانیاهو دغدغه خودش رو داره، این هستش که میگن شما زمانی که شعار دو دولت رو در عمل برداشتی و مسلط کردی اسرائیل رو در کل سرزمین هایی که حالا اشغالی هستش، ما میگیم اشغالی، اونا چیز دیگری میگن، نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این هستش که این فلسطینی ها در نهایت مردم اون سرزمین میشن، میگه مسئولیتش با شماست. بعد این اگر حق رأی خواستن، چون دولت خودشون رو ندارن دیگه، سرزمین خودشون رو ندارن، این اگر حق رأی خواستن و شما بهش ندادید، میشید حکومت آفریقای جنوبی که یه جمعیتی اونجا زندگی میکنن سیاه‌پوستن، یه اقلیتی سفیدپوستن، این سفیدپوستا حق رأی نمیدن به بقیه و نتیجهش میشه از بین رفتن اسرائیل، چون فشارهایی که رو اسرائیل خواهد آمد، چون واقعا دیگه به صورت علنی سیستم آپارتاید میشه، این در نهایت برای اسرائیل بده. اینجا نسبت به معامله قبل نه تنها خیلی جاها مثل جمهوری اسلامی نقد دارن، خیلی جاهای دیگه هم نقد دارن که به صورت سنتی از اسرائیل حمایت میکنن. آقای متیوهو، پشت خط متیوهو، یک افسر سابقه که مقالای زیادی مینویسه و اتفاقا تو رسانه‌های اصلی هم دعوتش میکنن، سی ان ان، تو تیف مختلفی ما باشون صحبت میکنیم، ایشون از این جهت جالبه که تو رسانه اصلی هم دعوت میشه و صحبت میکنه به خاطر این سابقه در واقع نظامیش. یک مقاله اخیرا نوشته بود که من از این در این مورد هم باش صحبت بکنم، بین جمله که وضع داخلی آمریکا رو میخوام سوال بکنم با اجازه شما. من سوال اولم در مورد این مقاله ایشون که به اصطلاح صحبت با دشمنانمون هستش. Thank you so much, Matthew, for the opportunity. I'm going to ask you, can you hear me? Yes, I can. Thank you for having me on. Please talk to you about the last article that you have had out. There are two or three articles that I think are very interesting that you have put out. One of them is, let me begin because this is the days in a week the 40th day of the assassination of General Soleimani. You have an article about the killing of General Soleimani. Hail Mars, hail Pluto. Explain that. What were you trying to say to the American public there? I think, if you visit Washington, D.C., what you'll find particularly the architecture. افراد زیادی هستن و به خصوص در خصوص معماری اگه توجه بکنید در واشنگتن and our icons و به آیکون ها و نمادها و سمبل های ما توجه بکنید، همیشه یک سری نمادهایی داشتیم که ما بهش افتخار میکردیم و نمادهای غرور ما بودند. خب من چیزی که تو مقاله میخواستم بگم اینه که چیزی که ما was not just their ideals of democracy. چیزی که ما همیشه بهش افتخار میکردیم همیشه اون ایده و ایدئال دموکراسی نبوده، بلکه این بوده که افرادی که مثلا تلاش میکردن برای دموکراسی همش دنبال جنگ و پول بودن و افرادی که نفع میبرن از این جنگ ها و پول ها Pluto, the god of money. پلوتو که به عنوان خدای پول ازش یاد میشه. ما در امریکا ازش صحبت میکنیم. این نکته ای که تو مقاله میخواستم بگم، وقتی ما قیاس میکنیم این دوتا آیکون قهرمانی رو در امریکا و در ایران، در قیاس متوجه میشیم که فرق بسیار عمیقی هست بین جنرال سلیمانی و پلوتو، که اون افرادی که همش دنبال پول هستند و جنگ. اوکی، این مقاله دیگه هم ایشون صحبت میکنن در ارتباط با مکالمه یا گفتمان با دشمنانمون. این هم یک مقاله اخیرشون بود که در این باره پرسون صحبت بکنم. In your article, Speaking with Our Enemies, explain what you're talking about there. Well,
خب میدونید در ایالات متحده ده ها ساله که حداقل در من در 1973 به دنیا اومدم. اولین خاطراتی که من دارم از اخبار و رسانه ها و اتفاقاتی در دنیا میفته و در اون زمان رئیس جمهور جیمی کارتر بود که خیلی توجه از عمومی رو جلب کرده بود در مورد انقلاب ایران بود. در مورد بحث بحران گروگانگیری سفارت امریکا در تهران بود. برای تمام زندگی من هر چیزی که ما شنیدیم در مورد به عنوان شخص همش اخبار منفی در مورد ایران بوده و ایران رو به عنوان دشمن معرفی کردند. در خصوص دولت و حکومت ایران و ملت ایران دشمن ایالات متحده هستند. در تمام رسانه‌های آمریکا این گفته میشه. وقتی که به این موضوع فکر میکنید در خصوص بحثی که در به عنوان مذاکرات بین ایالات متحده و ایران مطرح میشه، ما همیشه به عنوان دشمن در رسانه هامون نگاه میکنیم به ایران به عنوان یک طرف مذاکره کننده، و این یک دید بسیار منافقانه است، چرا که از طریق دادن یک تصویر بسیار بسیار غلط به مخاطبین این دید ایجاد میشه. من در مقاله‌ای که با عنوان صحبت کردم با دشمنان بهش پرداختم، یک سری از موارد رو بهش پرداختم که در تاریخچه معاصر ایالات متحده ما همیشه از اونها به عنوان دشمن در رسانه‌ها یاد کردیم برای انحراف از آن عمومی. و وقتی که شما در ایالات متحده باشید همش میشنوید که ایرانی‌ها اون آدم بده هستن و دشمن هستن و اصلا نمیشه باهاشون صحبت کرد، نمیشه باهاشون تجارت کرد، نمیشه خرید و فروش باهاشون انجام داد. ما به خاطر همین تبلیغات مردم میگن، اصلا خیلی قسمت مردم میگن که چرا اصلا با اینا باید صحبت بکنیم، و به خاطر همینه که خیلی‌ها وقتی دنبال ایده جنگ با ایران هستن یک سری طرفدار در اذهان عمومی هم پیدا میکنند. و من به خاطر همین توی این مقاله به این نکته پرداختم که ایده و تصویر رسانه‌ای که ایجاد میشه از کسانی که به عنوان دشمن معرفی میشن خیلی اهمیت داره در تأثیری که اذهان عمومی میگیره و بعدها اونها چجوری فکر میکنن یه طرفدار جنگ حتی با ایران میشن. و این تبلیغات همیشه موجب شده که فاجعه ها یکی پس از دیگری ایجاد بشه و جنگ ها یکی پس از دیگری به خاطر همین تبلیغات و پروپاگاندای رسانه‌ای. و همیشه و همیشه شما اتفاقاتی که میبینید متوجه میشید که این اخبار جعلی، اخبار دروغ هست و صحت نداره. چیزهایی که در مورد ایرانی ها گفته میشه در رسانه های آمریکا در مورد ساختار این کلمه دشمن از لحاظ رسانه‌ای و جنگ روانی که در امریکا ایجاد میشه، ما باید خیلی به این دقت بکنیم و حواسمون باشه که افرادی که از دشمنان ما حمایت میکنن حقیقتا اونها کی هستن. Thank you so much, Matthew Hope. Appreciate your participation. Thank you very much. My pleasure. Thank you. Yeah, thank you. این قسمت دومش خیلی جالب بود. من این که وان یک نسلی مثل نسل ایشون که متولد دایی 70 هستش، وقتی چشم باز کرده موضوع ایران بوده. خودمون میدونیم در سال 79 چه اتفاقی افتاد، چه بمب انفجار رسانه‌ای تسخیر لانه جاسوسی بود که و ایستادگی ایران در مقابل بلوازه بعد از انقلاب. بعد از 22 بهمن یک سال گذشت این اتفاق افتاد. و این جالبه که میگه از وقتی چشم باز کرده موضوع ایران بود، تقابل با ایران بود. درست هم میگه، این رو کمتر توجه میکنیم. میدونید این یک فرصت خیلی بزرگیه برای کشور، به این دلیل که یک درصد قابل توجهی از مردم آمریکا درباره ایران خیلی شنیدن، مثل همین نمونه که داریم. یعنی افرادی که یه مقدار به اخبار دقت میکنن، یک کمی اهل مطالعه هستن، توی این 40 سال تبلیغات منفی و بسیار گسترده علیه ایران بود. بعد یک درصدی از مردم آمریکا، درصد کمی هم نیستن، اینها نسبت به تبلیغات رسانه‌های اصلیشون دچار شبهن. چرا؟ چون می‌بینن این رسانه‌ها در رابطه با بحث‌های داخلی چطور بد عمل می‌کنن،
از این بد عمل کردن رسانه ها در بحث های داخلی که دست داخلی میفهمند دیگه اونجا زندگی میکنه متوجه میشن این رسانه ها قابل اعتماد نیستن. بعد زمانی که این رسانه های اصلی میان در رابطه با بحث های سیاست خارجی مطرح میکنن نکاتی رو میگن، این جمعیت که جمعیت کمی نیست نسبت به اون حرف ها هم بی اعتماد میشه. چرا؟ چون متوجه شده این رسانه دروغ زیاد میگه. بعد اگر ایران بتونه محتوایی تولید بکنه که واقعیت‌های ایران رو اونگونه که هست نشون بده، بله. چون دغدغه نسبت به ایران وجود داره، سوال وجود داره، نگرانی وجود داره. شما دیدید بعد از شهادت سردار در 120 شهر در آمریکا تظاهرات شد، تظاهرات ضد جنگ شد. رسانه‌های آمریکایی دو سه روز برنامه عادی رو قطع کردن، شبکه‌های خبریشون، پوشش خبری مستمر، و این دغدغه ایجاد شد. گروه‌های ضد جنگ آمدن پای میدون. مشکلی که ما داریم این هستش که اون محتوایی رو که نیاز داریم تولید نکردیم. و از این جهت این سوال تو ذهن خیلی ها هست، یعنی میدونن که رسانه‌های آمریکایی درست نمیگن، ولی اینکه واقعیت هم چیه اونو نمیدونن، چون ما با تولید میکردیم تولید نکردیم. و این داستان آیوا که برنامه رو با اون شروع کردید یه نکته خیلی جالبی داره. به نظر میرسه آقای سندرز آیوا رو برده. نظرسنجی CNN کرده بود که 60% از طرفدارای سندرز منتقد سیستم سرمایه‌داری هستن، میگن هر چیزی بیاد غیر از این سیستمی که ما داریم. و این حرف خیلی مهمیه که فردی که ممکنه نماینده حزب دموکرات بشه، البته اون نخبگان حزب دموکرات سعی میکنن ایشون رو اجازه ندن اتفاق بیفته، ولی به صورت طبیعی شاید ایشون در رقابتش با خانم کلینتون 2016 برنده میشد، چند مورد کاری کردن که این اتفاق نیفتاد. یعنی یک ما شاهد یک تحول هستیم در جامعه شناسی سیاسی آمریکا، یک جمعیتی مثلا جمعیت جوان سیستم رو داره زیر سوال میبره، نقد های خیلی ریشه‌ای داره، رسانه ها رو داره زیر سوال میبره، کنگره رو داره زیر سوال میبره، رئیس جمهور رو داره زیر سوال میبره. بعد اون کشورهایی رو که سیستم آمریکا میخواد دشمن قلمداد کنه میگه اصلا شاید دوست ما باشه، یعنی یک عمقی داره پیدا میکنه، یک تحلیلی داره پیدا میکنه و یک علاقه پیدا میکنه به مجموعه هایی که طرف مقابل دولت آمریکا با اینها دشمنه. میگه که اگر دولت آمریکا با این رشد کنه حتما این چیز خوبی در اینها هستش. بعد نتیجهش میشه عکس سردار سلیمانی و این نوع ادبیاتی که داره تولید میشه. این خیلی مهمه که ما هنوز جمع‌آوری نکردیم مقالاتی که تو سردار سلیمانی امثال سرگرد متیو هو نوشتن. اینجا این توی سایت کانتر پانچ که ترجمهش میشه فن بدل، که یه سایت معتبر در واقع آمریکایی هم هستش، نویسنده متیو هو که الان باش مصاحبه کردیم در ارتباط با قتل روز شهادت هم نوشته 3 ژانویه. بعد از چه عکسی استفاده میکنن؟ ما میدونیم عادت داره آمریکایی هر وقت عکسی از یکی از بزرگان ما میدونن یک عکس خشن میذاره. بله عکس تو مجله تایمز اوایل انقلاب مرد سال شد امام، یه عکس خیلی خشنی نقاشی میکنن چیز بدی، یا در دوره آقای احمدی نژاد بدترین تصاویری که ازش میشه تصور کرد، و همین 2-3 ماه پیش همین مجله تایم یه عکسی از حضرت آقا داشت به همین صورت. بل. بعد از 40 سال سبک رو عوض نکرد. دقیقاً یک رو جلدی مال 2-3 ماه پیش بود، بعد نیوزویک بود، بعد رو جلد بود، یه مقاله که یکی از این ایرانیایی که اونجا هستش بالاخره داره زندگی میکنه ارتضاو بکنه اون نوشته بود، خیلی هم چیز در واقع سطحی بود، ولی از باز عکس منفی. ولی اینجا سر حاج قاسم سلیمانی یک عکس مهربان، یعنی اون چهره و اون حالت یا عکسای دیگه که هستش. این مهمان بعدیمون جیمز فتسره، پروفسور جیمز فتسره، پروفسور بازنشسته که آزاده هستش، مقاله خیلی خوبی داره. اینجا هم در تو با ترور حاج قاسم یک مقاله جالبی داره که تو مصاحبه بعدی که امشب باش خواهیم داشت صحبت باش خواهیم کرد. What really happened and why it matters. واقعا چه اتفاقی افتاد و چرا مهمه. این اولین باره که آمریکایی‌ها در مورد یک شخصیت طراز اول بین المللی جهان اسلام، این مال ایران دیگه نیست،
جهان به نظر. بله بله و جهان بله و فراتر از جهان اسلام جهان. این واقعیتیه. یعنی که من هر وقت عکس دیدم دیدم همیشه عکسی که سمپاتیک این عکس و میخوان یه تودهنی به ترامپ بزنن. همه‌شون میخوان یه تودهنی بزنن. همه آزاده هایی که اون طرف هستن میخوان یه جوری ضربه به اون بزنن. و سردار سلیمانی رو متعلق به خودشون میدونستن. بله. این هنوز جمع‌آوری نکردیم ما. یعنی ما هنوز نیومدیم که تو اون شاید نمیدونم 7 شب 10 شب بود که پشت سر هم برنامه رفتیم از سر همین میز صحبتایی که اینا کردن در تو سر سلیمانی رو اگه جمع بکنیم و مقاله‌ای که نوشتن. یعنی هم که تو برنامه گفته هم تو مقاله‌ای که نوشتن. چون بهانه ما اینکه تو این رو تو مقالت گفتی توضیح بده بعد باز میکنه بی سابقه است و به نظرم یک چیزی راهی داره باز میشه. این یا یعنی اینکه شما الان اشاره کردیم به 120 تظاهرات ضد جنگ انتای وار، یعنی داشتن ولی هیچ وقت اینجوری نبوده و در واقع ایران ما به نظر من حتی هم تطبیق می‌خواستیم بکنیم به این اتفاقی که به طور طبیعی در واقع پیش اومده. یعنی خدا اینجوری تقدیر کرده که ایشون اینجوری شهید بشه تو این صحنه و بعد اون رئیس جمهور بیاد با ادعا که اون ادعاش همه رو عصبانی میکنه همه رو، چون امثال جیمز هو ماتیو جیمز فتسر و امثال هم اونا دقیقا میدونن چه خبره، ماجرا چیه. وقتی مینویسن دارن افشاگری میکنن که اگر دوستان آماده بکنن مصاحبه آقای فتسر رو پشت خطم هستن ممنون میشن. خب این به نظرم یک تغییر وضعی ایجاد کرد تو تمام سطوح و تقریبا من دقت کردم هر چند مطلب یک بارم برمیگردن خیلی نویسنده ها. حالا ما امشب دارم خواست با آقای کوین برت مصاحبه میکردیم که دیگه فرصتش امشب نیست، ولی باز اخیرا ایشون یک مطلب جدید زده بود، باز تفسیر کرده بود. تو رسانه های اون طرف تلویزیونی خبر ندارم همه ابعاد، چون همه چیز مانیتور نمی کنیم، ولی کم نیست که توجه کردن و ادامه دارم. یعنی نمرده موضوع، موضوع پژمرده نشده. من امروز امشب شنیدم که توی پاکستان یک جلسه بزرگ گذاشتن برای اینکه 40 ایشون بخوان تو پاکستان چه کنن. من شنیدم که قبل از این جلسه خدمت شما باشیم در جلسه دیگه این مطرح شده و مهمه. یعنی کشورهای همسایه یک محبوبیت ویژه‌ای بالاخره خدا محبت رو به دل میندازه دیگه کسب شده و تمام سوابق ایشون تازه الان داره دیده میشه. ببینید دولت آمریکا، دولت ترامپ یه هدف داشت با این کار. یک تحلیلی در اونجا ایجاد شد که نیاز هست یک ضربه جدی به ایران زده بشه و این ضربه جدی ساختار و سیستم محاسباتی مسئولین ایران رو متزلزل کنه و بعد این ادبیات مقاومت رو در ایران دوچار چالش کنه. بله. کیو بزنیم؟ این فردی که سمبل مقاومت بوده. بله. و ایران بیاد پای میز تسلیم. حالا بله. اسمش میز مذاکره، آمادگی مذاکره ندارن، آمادگی تسلیم دارن. از این جهت زمانی که پیشنهاد مذاکره داده شد اینها گفتن نو تانکس. بله. نه مرسی. بله. حالا اونجوری که ترجمه کردن. بله. چون اینا علاقمند مذاکره نیستن، علاقمند تسلیم هستن. بله. احساسشون این بود که شهادت سردار سلیمانی این رو محقق میکنه، یعنی یک شوکی وارد میشه، بعد ایران دستاره میبره بالا و حاضر میشه تسلیم آمریکا بشه، اون 12 شرط آقای پامپو گفت اینها رو بپذیره. در عمل چه اتفاقی افتاد؟ در عمل جمعیت میلیونی اومد، دغدغه انتقام سخت ایجاد شد، پایگاه آمریکایی هدف قرار گرفت، یک جنبش جهانی در سراسر دنیا. ما موارد داشتیم در ونزوئلا مردم ریختن تو خیابون و عرض کنم پوشش گسترده تلویزیونی و اینها کاملا برعکس اون انتظاری که مقامات آمریکایی داشتن. اون اتفاقی که اینها در ذهنشون بود 180 درجه مخالف اون اتفاق افتاد. از این جهت اتفاق خیلی عجیبی هستش، یعنی کمتر کسی میتونست بشینه طراحی بکنه که در شرایطی که ما در قبل از شهادت سردار سلیمانی داشتیم وضعیت کشور چالش هایی داشت چه اتفاقی بیفته که این مسیر به
حالت طبیعی خودش برگرده و انقلاب تقویت بشه. بله بله. اون نکته ای که سردار سلیمانی میگفتن که گفتودن با آمریکایی‌ها من تنهایی حریف شما هستم و سپاه نه کشور نه. این به نظر میرسه که همینه. یعنی به تنهایی ایشون مسیر طراحی شده توسط آمریکایی‌ها رو تغییر داد. آقای جیمز فتسر، پروفسور فتسر پشت خط هستم. من در رابطه با همین مقاله ایشون جیمز فتسر اسسینیشن سلیمانی وات ریلی هپند اند وایت ماترز رو سوال میکنم که در رابطه ترور آقای سلیمانی چه اتفاقی افتاد و چرا مهمه؟ اصلا چرا ایشون چرا باید دائم مقاله بنویسه و چرا اینا دائم براشون دغدغه است؟ اینو میخوایم سوال بکنیم. Thank you very much, Professor Fetzer. Can you hear me? My pleasure, Nathan. Yes. Thank you for inviting me. I'd like to ask you about what you wrote in the article, The Assassination of Soleimani, what really happened and why it matters. What were you trying to clarify for the American audience? Well, in the first place, خب اول ما باید بگم که سلیمانی توسط اسرائیلی ها در واقع و نتانیاهو در اصل هدف قرار گرفته شده. اعتقاد دارم که نتانیاهو به ترامپ گفته که میتونه که برای انتخاب شدن مجدد در انتخابات ریاست جمهوری یک آپشن خوبی باشه حمله به سلیمانی. گفتن اینکه اون یک تروریسته و در رسانه‌های آمریکایی علیه اون و علیه ایران صحبت کردن و پروپاگاندا کردن به همین دلیل بود که ترامپ بگه ما یک تروریست رو زدیم و پوان مثبت داشته باشه برای انتخاب مجدد. در 2001 وقتی که ما میبینیم اتفاقاتی که افتاد در افغانستان در واقع قاسم سلیمانی خیلی کمک کرد به اینکه امریکا در واقع به خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان و همینطور زمانی که امریکا به افغانستان رفت یکی از لینک های بسیار خوبشون لینک قاسم سلیمانی بود و همیشه Fox News both reported his death on 26 December. You can find their announcement. But the death of Soleimani was known. He was very much alive. He was the greatest mass counterterrorist the world has ever known. And this appears to have been a violation of international law, the United Nations Charter. مثل اینکه یک مشکل صدا داشتیم تا دوباره ارتباط رو برقرار بکنم. همیشه مشکل صدا هست، باید باش کنار بیام. برنامه زنده هم همینه دیگه. میدونید این سوال شما از ایشون بود که برای چی درباره شهید سلیمانی مقاله نوشتید؟ این برمیگرده به نظرم به نکته که بنده عرض کردم، چون ما خودمون محتوای زیاد تولید نمی کنیم یا خیلی کم تولید می کنیم، افرادی که تو این حوزه دغدغه دارن مجبورن خودشون این کارو انجام بدن. حالا طرف تو آمریکا نشسته ولی با اطلاعات محدودی هم که این برنامه پیدا میکنه محتوا تولید میکنه. چرا وقت میذاره؟ چرا محتوا تولید میکنه؟ چون این نیاز وجود داره در جامعه که بفهمن واقعیت امر چیه. حالا با توجه به ارتباطی که شما با این دوستان دارید، بعضی از اینها ایران اومدن، یه تجربه دارن که مردم معمولی آمریکا ندارن، یه احساس مسئولیتی هم میکنن که این کارها رو بکنن. این تجربه هم داشتیم دیگه. اونای دن کوالیک که آمده بود دوستان دو سه سال شده، ایشون زمانی که برگشت کتاب درباره ایران نوشت. سه روز ایران بود، سه چهار روز ایران بود، استاد دانشگاه پیتسبرگ پنسیلوانیا چیز درس میده، حقوق بشر درس میده، دانشگاه حقوقشون. یعنی یک حالتی هستش در این بخش از نخبگان آمریکا که متوجه میشن دولتشون داره دروغ میگه. نکتهشون هم همین بود، داره دروغ میگه و واقعیت برای مردمشون باید شناخته بشه. چون اگر این مردم تحت تاثیر اون دروغ ها همراه بشن با دولت، میشه فاجعه‌ای که اینها در طول تاریخشون تجربه کردن، جنگ و کشتار و کارهای دیگه. از این جهت این مطالب رو تولید میکنن. جالبه جناب آقای دکتر ایدادی که یه بخشی مهمی از این افرادی که
من به نظرم خیلی تاثیرگذارم هستن، کسایی هستن که فقط استاد دانشگاه هستن، نظامی های سابق هستن، خود مثلا کسایی که در جنگ ویتنام تجربه کردن یا جنگ عراق تجربه کردن. تو افغانستان متیوهو از این جهت مشهور شد چون تو عراق تو افغانستان بود و خوب میفهمن که جو فعلی و اون جنگ های کور بر اساس دروغ یعنی چی؟ سختی جنگ رو متوجه شدن، نمیخواد این تکرار بشه. و اون یک مسئولیت دیپلماتیک هم تو افغانستان داشت و استفاده داد. خودش میگفتش که فکر نمیکردم اینجوری اینقدر رسانه‌ای بشه، من فقط یه استفاده دادم. تو افغانستان به عنوان یک سرگردی که لایزن پنتاگون بود و یک مأموریت دیپلماتیک هم تقریبا داشت، گفت این جنگ احمقانه است، یعنی تو اینجا ما غیر از شکست چیز دیگه نصیبمون نخواهد شد. بعد از این جهت مطرح شد چون بارها قرار بود رئیس جمهورهای مختلف قول دادن که از افغانستان بیان بیرون، من انجام ندادن، هنوزم مستقرن. لذا یه بخشی از این معترضین جذابیت کار یه بخششون نظامی هستن، یه بخششون وزارت خارجی هستن که تو مثلا تو عراق خدمت کردن، تو عربستان بودن، جزء سیستم بودن، دائم با CIA از اونجا دستور میگرفتن، بعد دروغ ها رو فهمیدن و چون انسان های تو تربیت راستگو بوده و حرفش باید میزده اومده و معترضین شدن. خب بعضیشون هم بعضی زندان شدن، بعضی حقوقشون قطع شده. من بیشتر با این تیپ ها الان داریم صحبت میکنم، بیانگم بیشتر از من سوال میکنن که اینو براشون مشکل میگه، مشکل براشون پیش اومده، تموم شده، زندانشون رفتن، انفرادیشون بودن، از کار برکنار شدن، توی هیچ دانشگاه نمیتونن درس بدن، ولی مقالاتشون مینویسن با اینکه تو رسانه اصلی نمیتونن بیان، مثلا به استثنای سرگورد هو که هست تو رسانه، اغلب تو رسانه اصلی نمیتونن بیان. همین آلترناتیو میدیا هست که اونجا هم داره جمع میشه، هی داره اجماعش بیشتر میشه و قوی تر میشه. یک جمعیت خیلی بزرگتر از این جمعیتی که آمدن بیرون همین اعتقادات رو دارن، منتها به خاطر اینکه زندان نمیخوان برن، به خاطر اینکه اخراج نمیخوان بشن، داخل سیستم هستن. بله، و این هم یک ظرفیتی هستش. بله، برای کشورهای مثل ما. بله، این ظرفیت، یعنی زمانی که شما درون سیستم آدمهایی رو دارید که باور ندارن به اون سیستم، اون کاری رو که علیه شما باید انجام بده انجام نمیده در نهایت. و این نکته هستش که قاعدتاً باید بیشتر این همونطور که جمهوری اسلامی دشمن داره اون طرف، چه ایرانی چه خارجی چه صهیونیست، خیلی بیشتر دوست داره، خیلی بیشتر دوست داره. بله، یه ظرفیتی ها اصلا به نظر این کار خداست. بله، این زمان ما این از این ظرفیت هرچی اینا یه حالت اینا با یه خوشحالی وقتی میدن تو تلویزیون جمهوری اسلامی تو تلویزیون ملی دارن صحبت میکنن، میتونن آزادانه صحبت کنن، میتونن حرف بزنن. اینا اغلب تو مدارس صحبت میکنن، تو کلیساها دعوتشون میکنن، برای تو شبکه تلویزیونی سر تا سری نمیانش. از این جهت خیلی خوشحال میشن که بتونن حرفشون بزنن. اگه موافق باشین بگید که مشکل صدا حل شد. من فقط دعوت میکنم شما که ادامه بدین. دکتر فتشر پلیز کانتینیو دی کانورسیشن. ممنون نادر. خب داشتم میگفتم که کشته شدن جنرال سلیمانی در واقع نقض تمام قوانین بین المللی بود و تمام قوانین سازمان ملل و همینطور قوانین جنگ رو هم نقض کردن. ایالات متحده از طریق حقوق و کلک وصل به سازمان ملل هست و قوانینش رو هم رعایت نمی کنه و همواره داره نقض می کنه قوانین سازمان ملل. سازمان ملل میگه که یک کشور میتونه علیه یک کشور دیگه یک حمله پیشگیرانه انجام بده فقط زمانی که تاییدیه شورای امنیت سازمان ملل رو داشته باشه که این رو نداشتن. و بحث ایمینن فرید، تهدید قلب الوقوع، وقتی میشه نتونستن ثابت بکنن که قاسم سلیمانی یک تهدید قلب الوقوع برای سفارت امریکا بود. سلیمانی در یک مأموریت دیپلماتیک بود که داشت سفر میکرد و نخست وزیر عراق دعوت کرده بود جنرال سلیمانی که بره به عراق، در یک مأموریت کاملا دیپلماتیک بود و امریکا کاملا قوانین رو نقض کرد، چه بین‌المللی چه قوانین داخلی.
خالی عراق رو یک عمل جنگی انجام داد و تمام استانداردهای بین‌المللی رو نقض کرد که حمله بکنه به جنرال سلیمانی. یک حمله بسیار وحشیانه بود که اتفاق افتاد. کاخ سفید این تصمیم رو گرفت. افرادی که دوروبر ترامپ بودن گفتن که یک تحلیل قلب الوقوعی بوده که نتونستن رو ثابت بکنن، هیچ مدرک و دلیل به ما ارائه ندادن. افرادی مثل بولتون که چند ماهی بیش اخراج شده بودن هم از این حرکت دفاع کردند. سال بعدی اون آیدو تدته با اون بحث دیل آده سنچوی معامله قرن هستش که هفته پیش رخ داد، ایشون مطلب در این مورد داشتن. Dr. Fetcher, I want to ask you about the deal of the century that occurred last week and the fact that nobody endorses it. Talk about the hypocrisy of the deal of the century. خب نادر، بذار من این نکته رو هم بگم که اگر این پنج کاندیدای دموکرات ها که علیه ترامپ دارن تبلیغات انجام میدن، یک در مورد تماس تلفنی بین ترامپ و رئیس جمهور اوکراین، به نظر من کشتن جنرال سلیمانی که نقض میکنه قوانین سازمان ملل رو یک دلیل بسیار بسیار بهتری برای استیضاح ترامپ هست. همینطور تحریم های علیه ایران، همه اینها دلیل های بهتری برای استیضاح ترامپ هست تا یک تماسی که ترامپ با رئیس جمهور اوکراین گرفته. و همه اتفاقاتی که داره رخ میده در زمان ترامپ نقض حتی قوانین داخلی ایالات متحده هست برای نابود کردن مخالفین سیاسی خودش، و همه اینها میتونه دلایل و برهانهای دیگه‌ای باشه برای استیضاح ترامپ، دلایل صحیح تر و عقلانی تر و منطقی تر. اون ترامپ دنبال اینه که بتونه بخواد دوباره انتخاب بشه و این بحث پیس پلان، معامله صلح و طرح صلح یا معامله قرن رو راه انداخته برای اینکه بتونه دوباره انتخاب بشه. من زمانی که در این خصوص صحبت کردم، در خصوص ظلم هایی که به فلسطینی ها میشه صحبت کردم و همینطور نقش که دولت فلسطین ایفا میکنه در تمام این معادلات و مذاکرات و تمام این مرزهای اسرائیل که مرزهای ساختگی و مرزهای جعلی هست که برای اسرائیل ساخته شده، کاملا مسخره هست. و در واقع افرادی که در دولت خودگردان فلسطین هستن واکنش خوبی به صورت به این قضیه نداشتند. Thank you. سوال آخر من در تبایی این بزرگ داشته آشویتز هستش که یک در همون زمان بلافاصله بعد از این یا قبلش اتفاق افتاد. Professor Fetcher, my last question to you is the commemoration of Auschwitz, using that as a political tool in Israel, the 75th year of the going back to the Holocaust and stressing the Holocaust. خب اتفاقی که افتاد واقعا خیلی شرمندگی بزرگی بود برای آمریکا. ما متوجه میشیم که اسرائیل الهاز قدرت سیاسی داره کاملا سقوط میکنه و الهاز مسئله داخلی چرا مشکل، به خاطر همین دوباره داره برمیگرده به بحث هولوکاست. ما شاهد تظاهرات هایی بودیم علیه سیاست های داخلی اسرائیل، ولی الان شاهد این هستیم که اخیراً اتفاقاتی در داخل اسرائیل صورت گرفت و تمام اتفاقاتی که داره میفته نشون میده که اسرائیل از داخل دچار بحران بسیار بسیار عمیق هست. و یک وقتی که در مورد سیاست های داخلی اسرائیل صحبت میکنه و گرامی داشت دوباره هولوکاست و پرداختن به مسائل جانبی و حاشیه‌ای، نشون میده که لحاظ داخلی دچار یک بحران بسیار بسیار عمیقی هستن. و هلال احمر هم بسیار، وقتی که برگردیم بحث هولوکاست، یک جزئیات بسیار زیادی رو از این مشخص کرده در مورد یهودی هایی که در کمپ های کار بودند در زمان آلمان.
آلمان نازی و آمار و ارقام زیادی گفته شده در خصوص افرادی که کشته شدن و تعدادی که امروز اعلام میشه به عنوان یهودیهایی که کشته شدن، وقتی که به تمام این جزئیات نگاه بکنید و نقشه هایی که اونجاهایی که یهودی ها رفتن در هولوکاست، متوجه میشید که تمام اینها ساختگی و جعلی بوده و حتی در مورد اتاق های گاز متوجه میشیم که خیلی از اتفاق هایی که افتاده و واقعیت هایی که رخ داده اونگونه که نبوده که روایت شده. من سعادتی داشتم که مقالات زیادی در این زمینه بنویسم و در خصوص جزئیات این موضوع صحبت بکنم. رفرنس بالای 200 خورده ای رفرنس وجود داره در مورد تعداد 6 میلیون یهودی که در هولوکاست کشته شدن و اونها این تعداد رو اعلام میکنند. شواهد مبلغی که بسیار زیادی هست که در دهه 80 قسمتی از اونها منتشر شد که این عدد 6 میلیون رو کاملا رد میکنه و الهاز علمی این عدد رو قبول نداره که این تعداد یهودی در اون زمان کشته شدن. اونها اعتقاد دارن که ملت منتخب هستن که باید برگردن به فلسطین. زمانی که میگن که ادعا میکنن 6 میلیون یهودی در هولوکاست کشته شده و حتی اگه این اعتقاد رو داشته باشن باید یه سری اصول رو رعایت بکنن در برگشتن به اون سرزمین مقدس و موعودی که اونها میگن برای اونها هست. و زهر هست که در مورد هولوکاست صحبت میکنیم باید در مورد افسانه گرایی صحبت بکنیم، اتفاقاتی که واقعا افسانه است و خیلی از جزئیات اون حقیقت نداره و وجود نداره و اینها رو طی سالها با اسان عمومی مردم جهان کار کردن که هولوکاست رو بپذیرن و حقایقی که وجود نداشته رو به عنوان حقیقت دارن به خورد اسان عمومی جهان میدن. اینها تصوراتی هستش که در ذهن افراد بیماری مانند نتانیاهو وجود داره برای توجیه کردن مردم امریکا که حتما امریکا باید حمایت بکنه از اسرائیل در خاورمیانه و از اقدامات نظامی امریکا در حمایت از اسرائیل در خاورمیانه حمایت میکنن. قسمتی از مردم امریکا به دلیل این تبلیغات رسانه‌ای از زمان هولوکاست تا الان و طرحی که بود این بود که هفت کشور براندازی بشه و کودتا بشه در این هفت کشور که آخرش با سوریه و ایران بود، از لیبی و افغانستان و عراق شروع میشد و این اتفاق نیفتاد. Thank you very much Professor Fetzer. Appreciate your participation and God bless you. My great pleasure Nader. Thank you. ممنون نادر، خدافظ. خب اینم آقای فتسر. به نظرم خیلی جالبه این 10-20 سال گذشته بعد از 11 سپتامبر، قبل از 11 سپتامبر. حالا اینکه 11 سپتامبر چی بود رو شما تو برنامه‌هاتون قبلا پوشش دادید. هر چی بود آمریکایی‌ها احساس کردن یک فرصتی هست براشون که بیان و عرض کنم استفاده کنن به بهانه 11 سپتامبر یک سلطه‌ای در غرب آسیا ایجاد بکنن، یه جایگاهی برای اسرائیل ایجاد بکنن، از منابع نفتی اینجا بهره ببرن. الان که 19 سال از 11 سپتامبر گذشته، نه در سوریه موفق بودن، نه در عراق موفق بودن، نه در لبنان موفق بودن، نه در یمن موفق بودن. یک فردی مثل محمد بن سلمان هم پیمانشونه در عربستان که مشکلات متعدد داره. یعنی با همه اون بودجه ها، با همه طراحی ها، با همه پروژه هایی که انجام دادن، در عمل به گفته خودشون بله. این جمهوری اسلامیه که سیاستاش جلو میره، اونها بله. موفق نیستن بله. بعد مجبورن، هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن، هیچ ابزار دیگه ای ندارن، مجبورن برن یه نفر رو با شهرت سردار سلیمانی ترور کنن بله. تا مثلا یه مقداری وضعشون بهتر بشه که بعد اون هم در عمل نتیجه عکس میده. این خیلی چیز عجیبی هستش، این بله. داستانی که ما در این 19-20 سال گذشته در این منطقه داشتیم بله. و هم مردم ما متوجه هستن چه اتفاقی داره میفته بله. مردم متوجه هستن، مردم آمریکا دارن متوجه میشن. یعنی هر چقدر طرف مقابل سعی میکنه، خرج میکنه، طراحی میکنه، کار میکنه، در عمل جواب عکس میده. واقعا عجیبه. خیلی خوشحالم که شما تو رسانه‌های مختلف
مختلف دعوتتون میکنن، الان باتون مصاحبه میکنن. قبلا اینجوری نبود، من خیلی دقت کردم که پشت سر هم باهاتون صحبت میکنن، شبکه‌های انگلیسی زبان روسی و انگلیسی زبان عرض کنم که مختلف از جای مختلف. این خودش تحولیه که میان و تفسیر ما رو میخوان که ما چطور میبینیم موضوع رو، باید کمک کنیم که روشن بکنیم برای مخاطب. اینطور نیست؟ بله، ما یه کمبودی هم تو این حوزه ما داریم. بله. اینی که بعضا ما زیاد تلویزیون میریم، چه داخلی چه خارجی. بله. کمبود یه مقدار هست. بله. تو این حوزه و نیاز داریم یک نسل جدیدی از افرادی که حالا یه مقدار زبان بلدن یا اینها رو کمتر تونستیم آموزش بدیم و یک ضعفی هستش. یعنی در حوزه شناخت آمریکا ما کمبود کارشناس داریم در کشور و یه مشکل بزرگی هستش. یه وقتی در ایران تصمیم گرفتن در حوزه هسته‌ای پیشرفت داشته باشیم، بعد هزینه شد، برنامه‌های متعددی طراحی شد، در دانشگاه ها مهندسی هسته‌ای ایجاد شد، برنامه‌ها گسترش پیدا کرد، به این فناوری رسید، ارتقا پیدا کرد جایگاه کشور در حوزه بین‌الملل. نیاز هست همین سرمایه‌گذاری در حوزه بین‌الملل و شناخت کشورهای دیگه، شناخت مطالعات منطقه‌ای اتفاق بیفته، چون اگر شما دنیا رو نشناسید جایگاهتون در دنیا بره بالا دچار مشکل میشید. خیلی ممنون آقای دکتر ایزدی، تشکر میکنم از حضور گرم شما. تشکر میکنم توجه بینندگان محترم. تا برنامه دیگر، روز و شب شما بخیر.